د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نن ورېدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ښه وخت ولرې. تر نن ورېدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ ټاکنو 9.18% رایو قسمی پایلې د دویم ځل لپاره څرګې اعلان کړې چې په ترتیب سره ډاکټر صاحب عبدالله لومړی او ډاکټر صاحب اشرف غنی دویم او ډاکټر صاحب زلمی رسول دریم او همدار ډول استاد سیاف څلورم او په دې ډول خپل رایې هغو ولسمشرانو ته نوماندانو کسانو ترلاسه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو ویلي چې دغه شمیرل شوې رایې پاکې او سیستم ته داخلي شوې دي. همداراز د زینو ولایتونو هغه رای باطل اعلان شوی دی لکه بدخشان، هرات، پکتیا او بلخ، چې ډیری دغه رای بیا په هرات کې وی چې ویل کیږي 3000 رای هلته باطل شوی دی. نن به پر همدې مسلې بحث وکړو چې رښتیا هم د دې ترڅنګ بیا مخکښ نوماندانو له ټاکنیزو کمیسونونو څخه دا غوښتنه کړې ده چې ګواکې شکایتونو ته دې سمه رسیدنه وکړي، بې پلاوه او بې طرفه رسیدنه دې وکړي. نو پر همدې مسلې نن بحث لرو چې رښتیا هم دغه مرحله څومره مهم پړاو ته ننوتلې ده. له ما سره میلمه ده د آزادو ټاکنو بنسټ یا فیفا غړی ډاکټر حسیب مطرف، په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. مطرف صاحب خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. ارزیابی شما چگونه هست؟ راها قسمی که در مقدمه گفتم که تقریبا یا چیزی بالا از 49% آرا شمرده شده و ایران قسمی هم بار دوم صورت گرفتن، اما دریافت شما چی هستن؟ راپورایی که به شما رسیدن چی گونه هستن؟ شکایت چقدر واقعا هم ارزیابی شدن؟ به نام خدا و با عرض سلام به شما و بینندگان عزیزتان، ببینی نتایج قسمی همونطور که از نامش پیداست نمیتونه به هیچ وجه نشان دهنده نتایج نهایی باشه. یک مرحله است که نتایج مرحله وار از تمام نقاط شمارش میشه و نتایج بخشش اعلام میشه و تا بالاخره به نتایج قسمی مکمل میشه و بدل به نتایج ابتدایی میشه. فیفا به عنوان یک نهاد ناظر ملی که با بیش از 10,000 ناظر یک پوش بیش از 80% از روندهای دورهای مختلف انتخابات نظارت کرده بود، از روند شمارش آرا در تالی سنتر یا مرکز با شمارش آرا در کمیسیون انتخابات است، کمیسیون مستقل انتخابات است، هم نظارت کرد. دریافتای ما این است که اما تو که قبلا خود کمیسیون اعلان کرد این بار آرایی که داخل سیستم شدن و اعلان شدن از آرای ناپاک جدا ساخته شد، اما این به این معنا نیست که مرحله بررسی شکایت ها سپری شده باشه و نتیجه نهایی باشد. از ما دو نوع بررسی داریم، یک بررسی است که کمیسیون انتخابات خودش انجام میده، یک بررسی است که برمیگرده به شکایات وارده بر مسئله که اون مسئولیتش کمیسیون شکایت انتخاباتی داره. ولی از اونجایی که کار مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه، کمیسیون مستقل ای آرا را از آرای ناپاک جدا ساخته، ولی این که مرحله نهاییش است و برمیکرده به کمیسیون شکایت انتخاباتی که باز منتظر از باید باشه. بعضی کاندیدا شاکی هست که گویا راه ها به طور شمارده شدن که به اون فیصدی از تمام ولایت وجود ندارن، در بعض ولایت بیشتر و در بعض ولایت کمتر و در بعض ولایت گویا اینها میگن که ما رای زیاد داریم و شمارده نشدن و بعضی ها که رایشان کم هستن در اونجا شمارده شدن، به این شکل هستن شما هم؟ خب بر از اون من فکر میکنم کمیسیون مستقل انتخابات یک میکانیزم یا طرز عمل شمارش داره، اما چیزی که مسلم است که بعض ولایات خود کمیسیون هم تو اعلان کرد، بعض ولایات مثلا به دلیل مشکلات جوی، مشکلات اقلیمی، مشکلات راه نتونستن کمیسیون زودتر موارد برگاهی نتایج و اوراق رسیدگی کنن، طبعا با در اون ولایت فیصدی کمتر باز شماری شده، شمارش صورت گرفته. اما در کل وقت فیصدی با هم اوسطش اگه بگیریم آرام در حدود شما که عرض کردین 49.67% آرا را در بر میگیرد. خب اگر ببینیم بعدا بعضی از کاندیدها اگر آرایشان آرای شمار شدنشان بیشتر شوند، فکر نمی کنیم که یک مشکل جدی شاید به وجود بیاره؟ من فکر می کنم فلسفه خودم نتایج قسمی همیست که جایگاه ثابت نمیتونه باشه، ممکن است که هم جایگاه تغییر کنه هم
فیصد درصد آرا تغییر کنه. کاملا طبیعیه. بعضی از تیم های انتخاباتی گفتن که واقعا هم شاید در فیصدی تغییر بین و در جایگاه هیچ گونه تغییر نمیان. همچو اظهارات چگونه واقعا هم همی اظهار مردم واقعا هم به گمراهی ساخت. ما فکر میکنم که با اساس میکانیزمای قانونی و همو چیزی که قانون پیش بینی کرده که اون مرحله رسیدگی به شکایات است که برای یک فاصله زمانی در نظر گرفته شده، اگه اونا به دقت صورت بگیرن و رای طبعا موارد تخطی بهش رسیدگی شود، طبعا احتمال از این وجود داره که، یعنی این چیز نیست که ما بگیم که امکان نداره که هم در جایگاه تقیبه و هم در درصد آقا تقیبه. خب پرسش در اینجا بودن، اگر همچون اظهارات باشن پیش از پیش و اگر واقعا هم در کتگوری و یا در گراف در فیصدی هم تغییر بین و در کتگوری هم تغییر بین، فکر نمی کنید که یک نوع به بحران بردن اصلا پیش از پیش اظهاراتی که همچون گفته میشه؟ من فکر می کنم که کاندیدای محترم شایسته ای است که به اساس قوانین و با درکی مثلا که این نتایج نمیتونه نتایج نهایی باشن موقف و موضوع داشته باشن و بگذارن تا کمیسیون های انتخاباتی هر دو کمیسیون وظایف خود به درستی انجام بدن و پس از اون ما در آخر کار میتونیم که قضاوت کنیم که کدام کاندید پیشنهاد است. شاید شما هم راپوری به دست داشته باشین که بیشتر آرای شمرده شده از کدام ولایت است. خب اما تو که ما راپورای ما به اساس همو نظارت ما که از روند شمارش صورت بگیره و دیروز کمیسیون رو اعلان کرد، ای آرا متفاوت است. مثلا در بعض ولایات همو 6 ولایت که قبلا حساب نشده بود از او کمتر حساب شده، ولی از ولایتی که قبلا با شمارش قبلا پیش از پیش صورت گرفته بود، یعنی کم وقت‌تر صورت گرفته بود، طبعا از اونها بیشتر است. دوره اول که اعلان شدن گفتن که از 26 ولایت هستند و دور دو که اعلان شدن از تمام کشور است و یا هم بعضی ولایت ماندن؟ بله، دور دو از تمام ولایت، 34 ولایت افغانستان است و او 8 ولایتی که داخل اضافه شد، طبعا از او به دلیل از که به دیرتر به مرکز رسید شمارش از او به فیصدی کمتر صورت گرفت. خب فعلا از نظر به قانون که انتخابات هست گویا در 4 ثور باید همون نتیجه ابتدایی باید روشن شود. پیش از او باز هم آرای قسمی اعلان میشه و شما راپور داره چگونه؟ خب این برمیگردم تو که به توانایی خود کمیسیون و من فکر میکنم مگر احتمال از این وجود داره که تا قبل از روز پنجشنبه 4 سال یک بخش دیگه از نتایج قسمی هم اعلان شود و نتایج که در حدود 50% آرا هنوز شمارش نشده و یک به دو قسمت احتمال داره که تقسیم شود و در دو دور اعلان شود. خب برمیگردیم به شکایات. شکایات واقعا هم چقدر جدی هست؟ ولایت هرات، بدخشان، پکتیا، بلخ از ولایت هستند که واقعا هم بعضی راه های دنیا قرنطین شدن یا باطل شدن در بعضی ولایت ها در بعضی مراکز. چقدر واقعا هم قابل نگرانی است؟ خب من پیش از یک نقطه دیگر اضافه کنم که در 4 سال نتایج ابتدایی و پس از او مرحله بررسی شکایات که از ولایات میرسه در مرکز صورت میگیره و در تاریخ 19 سور باید کمیسیون شکایت کار رسیدگی به شکایت اتمام کنه و بسپاره و پس با کمیسیون انتخابات و در 24 سور ما نتایج نهایی رو خواهیم داشت. اما میایم سر شکایات. خب شکایات به اساس کمیسیون شکایت بر درج شکایت و بر روند رسیدگی به شکایت طرز عمل و میکانیزم خاص را به اساس مستند به قانون انتخابات که طبعا هم کمیسیون مرکزی شکایت و هم کمیسیون ولایتی کارهای خود شروع کردن. البته موارد از شکایت موجود است، هم از طرف کاندیدا درد شده هم و نهادهای ناظر هم دریافتهای خود نهادهای ناظر ملی و بین المللی نهادهای دریافتهای خود از روند نظارت با کمیسیون شکایت دمیان گذاشتن تا به اونا در روند رسیدگی به شکایت بتونه کمک کنه. خب شما هم راپور نشر کردین در مورد دریافت شکایت ها. شکایت شما چقدر واقعا هم از طرف کمیسیون شکایات بررسی شد؟ خب ما فیفا اساسا یک نهاد زینف در روند نیست، یک نهاد بی‌طرف است و شکایات خود ما شکایت درج نمی کنیم، ولی یافته های نظارتی خود به اختیار کمیسیون های انتخاباتی قرار میدیم تا اونا بتانن در روند رسیدگی به درستی عمل کنن. در روشنایی آیا شما پس راپور را که تسلیم کردین به کمیسیون های انتخابات
آیا دریافتین که چقدر شکایتی که شما در اونجا برشان سپردین بررسی و یا ارزیابی شدن و یا هم برشان رسیدن؟ ما اما تو که پیشا هست که ما شکایت درش نکردیم. ما اساسا نهاد یک نهاد دو طرف شکایت را که به شما رسیدن، شکایتی که ناظرین شما از مراکز رایدهی گرفتن، گپ طبیعی هستن که بر کمیسون سپردین شما. پس به مو شکایت رسیدگی صورت گرفت؟ خب ما ببینیسته که نهادهای ناظر اساسا یک عامل هستن بر یک کمک کننده در روند، نه یک طرف در روند. ما یافته های نظارتی ما رو به عنوان شکایت درج نمی کنیم، ما به عنوان یک یافته نظارتی، یک یافته مشاهداتی او رو در اختیار کمیسیون شکایات قرار می دیم و از روند رسیدگی رو به اون باز نظارت می کنیم. پرسش دم اینجاست که آیا برشان رسیدگی صورت گرفته؟ بله، در بعض موارد صورت گرفته، در ولایت صورت گرفته به هر حال، و ما منتظر هستیم که نتایج نهایی در مرکز در کمیسیون شکایت به او رسیدگی صورت گرفته. شکایتی که شما دریافتین چقدر جدی بودن، چقدر واقعا هم خواهد تأثیر داشتن با شمارش آرا و یا با فیصدی ها؟ خب ما خوشبختانه اولین گزارشی که در روز انتخابات نشر رساندیم، حجم تقلب خوشبختانه به تناسب انتخابات های گذشته بسیار کم بوده و طبعا با اگه بخوایم که کم مشارکت صحبت کنیم، طبعا مواردی است که میتونه کمی جدی در نظر جدی باشه، ولی مواردی است که غیر جدی هستن. ولی به هر حال چیزی که ما دریافت اساسی ما شده که حجم تقلبات نسبت به دورهای قبل مخصوصا نسبت به انتخابات 2009 بسیار کمتر است. مواردی که جدی بودن در کدام ولایت و در کدام مراکز؟ خوبی به هر حال در تمام ولایت افغانستان اتفاق افتاده، ما نمیتونیم بگوییم که در یک ولایت بیشتر بوده، ولی به هر حال موارد بوده که ما یافته را به کمیسیون شکایت. خب اگر بگوییم که در تمام ولایت شکایت جدی و یا تخلفات جدی صورت گرفته، پس باز گویا گپ پیشتر ما درستر شاید نباشند که از نسبت به انتخابات گذشته شاید بیشتر تقلب نبودن. فعلا در هرات 100,000 رای باطل میگردند، آیا تقلب نبود؟ خب مسئله هرات میشه سرش مشارکتر صحبت کنیم، اما ما منظور می بود که تقلباتی که در سطح کمتر ولی در کل جا در ولایت‌های مختلف افغانستان صورت گرفته ولی در حجم کمتر دریافت های ما رو نشون میده. اما میاییم سر کارکرد کمیسیون شکایت که اخیراً در هرات از نظر ما از لحاظ قانونی مشکل خود داره. کمیسیون انتخاباتی، کمیسیون شکایات و کمیسیون به اساس ماده 64 و 66 قانون انتخابات موظف هستند در خلال مدت 10 روز به موارد شکایات ولایتی رسیدگی کنند و گزارش خوانده های بسند. ولی ما دیروز تقریبا 17 روز 16 روز از انتخابات میگذارم و این کار کرده کمیسیون برای یا باور ما است که کار کمیسیون شکایات انتخاباتی نسبتا غیر مسلکی. خب شما میگین که نباید باطل میشه. خب ببینی طرز عملی که در قانون بر از پیش بینی شده بسیار واضح است. قانون میگه که پس از در روز شمارش آرا تا 72 ساعت میتونه کاندید، میتونه نهادهای ناظر نمیتونه، ولی کاندید میتونه شکایت خود درج کنه. هر کاندید حکومی یا حقیقی میتونه درج کنن و مدت 72 ساعت و پس از اون تا 10 روز کمیسیون های ولایتی شکایت میتونن به او رسیدگی کنن در خلال در حضور نهایی بسازن. خب اگر شکایتی بعد از 72 ساعت برسن به کمیسیون ها چی باید کنن؟ خب بعد از اون فکر میکنم که میکانیزم بررسی شکایت او کاملا واضح هست، مواردی که میتونه که بسیار تاثیرگذار باشه طبعا اونا مسئولیت کمیسیون های ولایتی اونا را توحید میکنن و به مرکز میسپارن. اما ببینید یک چیزی را که قانون بازگذاشته ای است که وقتی که تا در روز شکایات توحید میشه و نتیجه اعلان میشه در ولایا، کاندیدی که معترض است میتونه که در خلال 72 ساعت آینده میتونه شکایت خود درج کنه و کمیسیون مرکزی کابل میتونه که استیناف خواهی کنه. خب آیا بعد از 72 ساعت نهادهای ناظر و یا اشخاصی که واقعا هم به شکلی مردم عامه افغانستان، آیا میتونن شکایت درج کنن در شکایت کمیسیون شکایت؟ خب قانون هم تو به صراحت گفته که تا 72 ساعت هم در جریان روز شما روز رایدهی و شما رو شارا و هم تا 72 ساعت میتونن که شکایت خود درج کنن. خب شما دقیقاً
بنیاد فیفا بعد از ختم 72 ساعت شما راپور به کمیسیون سپردین. شما از شکایت صحبت کردین که واقعا هم وقتی گرفتن شکایت ختم شده بودند. پس چگونه ادامه کنین که گویا شکایت شما باید برشان رسیدگی صورت گرفته و بررسی باید صورت گرفته؟ خب ما همونطور که پیشتر عرض کردم، چیزی که ما در اختیار کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات قرار دادیم او یک شکایت نیست، یک یافته نظارتی است و یافته های نظارتی را در هر موقعش یعنی بدون محدودیت زمانی مطرف. شما گفتید که یافته های شما جدی بودند در بعضی موارد، یعنی میتونست که واقعا هم تأثیر بالای روند انتخابات و یا روند رایدهی و یا هم روند نتیجه داشته باشند. پس اگر برشان رسیدگی صورت میگیره غیر قانونی، اگر رسیدگی برشان صورت نمیگیرن، واقعا هم حق افغان ها تلف شدن. اینجا شما چگونه بعد از 72 ساعت شما ادعای خود درست تر میدارید؟ من یک بار دیگه میخوام که وضاحت بکنم که چیزی که نهادهای مدنی او چیزی که ما به کمیسیون دادیم او شکایت نیست، پس نمیتونه که در این محدوده 72 ساعت قرار بگیره. یعنی ما بعد از 72 ساعت نمیتونه، یعنی کمیسیون هم نمیتونه که به او یافته های شما او رسیدگی کنه. ما چون شکایت نیست که رسیدگی کنه، او به عنوان یک یافته است که در پرتو جناب مطرف. پس نظارت نهادهای ناظر کننده چی فایده و یا چی نفع به کمیسیون و یا به روند انتخابات داشته باشه؟ دکتر من میخوام در این نقطه بیام. ببینید، ما گزارش خود به عنوان سکن یک کتاب ما چاپ میکنیم یا تهیه میکنیم در 72 ساعت، ممکن است تا 82 ساعت تا 100 ساعت طول بکشه، ولی ما در هر حالت شده میتونیم به کمیسیون انتخاباتی تسلیم کنیم، چرا که شکایت نیست که ما تنها بگیم تا 72 ساعت میتونیم به کمیسیون بدیم. کمیسیون ازیر این یافته های نظارتی ما رو به عنوان شکایت نمیبینه، این به عنوان یک یافته مستند میبینه که در پرتو از این میتونه به شکایات رسیدگی کنه، نه به عنوان ازی که از خود ما شکایت داشت. خب اگر طوری باشن که در یافته های شما چیزهایی باشن که واقعا هم در شکایت نباشن و یا در یافته های شما بعضی چیزهایی باشن که در شکایت واقعا باشن در یافته های شما نباشن، چگونه باز بر اساس راپور شما آنها برشان رسید؟ خب طبعا و ما کمیسیون در این مورد ما فکر میکنم کمیسیون شکایت که البته بررسی میکنه و خواست داره که اونا با ارائه با جمع‌آوری اسناد بیشتر از محل با انجام تحقیق میتونن که او را ثابت کنن و اسنادی که ما ارائه میکنیم میتونن که در مورد زواج تصمیم بگیرن. تشکر. یک تماس داریم، علی احمد دور منصور پلی که در گدان اورور استریم شی میربانی. بله الو. بله میربانی گدان اورور تاس پلی که هستی میربانی پختنه تبصره و نظر کرده تاسو ملمت اورور. و علیکم السلام اورور. از مختصر از کبا سی دورور دی من خفه نشی، بنیاد فیفا دیمو گوتاسو امیانا دسیو اکثر دسی کسان دی زیدون مشکلات دی نو یو توایی ستم خواهی ابل توایی ستم خواهی، نو دو دوی اول تر آخره چی ما دوی لیدلی نو دوی دسی خبره نده کردی سی آقا دیمو گوه پو گتی دی مثال بشکل کمیسیون دی انتخابات دی اول تر اخر ډیر زیاتې مشکلات درلوده. بله، یعنی شروع نه تر اوسه پورې یوازینی چې دې پروسې ته سلامتي کمیسیون دی انتخابات خپل ده، یو پروسه چې یو څوک چې لکه د کمیسیون چې زر کسان د دوی په تقلب کې لاس ولري نموږ دوی څنګه امید وکړو؟ وګوره، یو کس رایه ورکوي بېرته راوځي او خو نور څه نشي کولی، وخت چې په خپله کمیسیون تقلبونه کې هېڅوک تقلب اول نشي کولی، دا خو اول شرط ده. بل چې د دوی زر کسان یا زر شکایتونه د دوی سم شوي، نو دلته بنیادی فیفا ته د تاسو میلمه ده، دوی ته دا لازمه ده چې اول نه هغه نقطې چې ډېرې ضرور دي هغه باید دوی ووایي. دوی داسې کوي چې کله اور بل شي نو بیا پکې دپاره دوی یو صحنې ته را وځي او هغه یو خبره کوي، نو بنا په دې دوی ته داسې پکار ده چې د شکایتو د کمیسیون هغه غلطیانې چې دوی اوس د خلکو نه موږ څه ګیله وکړو، کاندید نه یې خو موږ ګیله نه شو کولی. زه یو عام افغان یم خو دومره پوهېږم چې واقعي رایې د اوس زه نه ګورم، خلک راغلي یو تغییر یو بدلون یو چته دې زړی افغان په صفات ګورم د چا نوم نه اخلم، خو زه هغه څه وسه ګورم. بیا په دې
زما انتقاد اوله خو په کمیسیون کې شکایت انتخاباته ده خو بیا هو سموګه هغه پرې خپل کار به کوي نو چې کوي هغه یو خدای دا به تاریخ قضاوت کوي. ډېره زیاته مننه کوم. بلکې بنیادونو ته دا پکار ده چې ډېر واضح د خلکو شکایتونه ځکه چې دوی خوندي لپاره دي او که داسې چې ته کله اوربل شي بیا راسي پکې ووایې او خبره دنیا اول خو دې موږ د کمیسیون غټه غلطي دا داسې خپله د کور معامله ټوله دنیا ته خولې ته واچو ګنه دا خو ډېرې مشکل کار لده. بله بله ډېره زیاته مننه کوم علي احمد ورستا سو نظر به واخلئ تاسو وختونه نیسم مطرف صاحب ته به انشاءالله وقفی وروسته اجازه ورکړو تر څو ستاسو اندېښنې او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. یوه لنډه دمه لرو بیا راګرځو.